درود بر شما بینندگان عزیز برنامه خبرها و رسانه ها. امروز 11 خرداد 1392 برابر با اول ژوئن 2013 میلادی است. همونطور که انتظار میرفت امروز رسانه ها، روزنامه ها بیشتر پرداخته بودند به موضوع مناظره انتخاباتی دیشب که به هر حال اولین چیزی هست که باعث شده یه مقداری جنجال درست بشه. روزنامه ابتکار با این تیتر آغاز کرده: اولین برنامه دست جمعی نامزدهای انتخابات حاشیه ساز شد، مناظره به سبک مسابقه هفته، انتقاد شدید برخی از نامزدها به نحوه برگزاری. روز گذشته 8 نامزد 11 دوره انتخابات در حالی در این برنامه تلویزیونی حضور پیدا کردند که صدا و سیما از لحظه حضور آنان در محوطه بیرونی صدا و سیما تا عبور از راهروهای پیچیده و حضور در جایگاه را به صورت مستقیم پخش کرد. اما با آغاز این مناظره مشخص شد که نحوه چینش دکور استودیوی محل برگزاری تناسبی با موضوع اعلام شده، یعنی مناظره ندارد. 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری پشت میزهایی در کنار هم نشستند تا مشخص شود که آنان بیش از آن که قرار است نسبت به سخنان همدیگر واکنش یا پاسخی داشته باشند، مجبورند به سوالات مجری برنامه پاسخ دهند، موضوعی که یادآور برنامه پرطرفدار مسابقه هفته بود. یه خبر دیگه در حد تیتر از روزنامه ابتکار: دولت به پیشواز وعده برخی کاندیداهای ریاست جمهوری رفت، خرید و فروش سهام عدالت آزاد شد. روزنامه حمایت تیتری که انتخاب کرده این هست: معاون اول قوه قضاییه گفته که حمایت سیاسی با قانونگرایی محقق می شود. اما خبری که من براتون انتخاب کردم عنوانش هست: سفیر ایران در روسیه خبر داد، پیشنهاد الجزایر برای میزبانی دور بعد مذاکرات ایران با 1+5. سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه تاکید کرد که ایران در انتظار اعلام تاریخ برگزاری دور بعدی مذاکرات از سوی گروه 1+5 است و افزود که تعدادی کشورها از جمله الجزایر به تهران پیشنهاد میزبانی این مذاکرات را دادند. میریم سر وقت روزنامه مردم سالاری. لغو برخی تحریم‌های آمریکا علیه ایران. مردم سالاری همچنین در مورد شمارش آرای ریاست جمهوری گفته که در واقع فرماندار تهران اعلام کردن که ابتدا آرای انتخابات ریاست جمهوری ظرف مدت 7 روز و سپس آرای شوراها در 5 روز شمارش میشه. و اما روزنامه اسرار تیتری که برگزیده این هست: اعتراض کاندیداها به نحوه اجرای مناظره ها. خیلی از روزنامه ها این تیتر رو استفاده کردن، روزنامه های داخل، در واقع رسانه های خارج از ایران، بیشترشون این تیتر رو یا لااقل به صورت خبر استفاده کردن یا به صورت تیتر. و خبری از روزنامه اسرار باز هم: لغو برخی تحریم های آمریکا علیه ایران. مقامات آمریکایی گفتند که آمریکا بخشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو می‌کند تا به شرکت‌های آمریکایی اجازه دهد تلفن همراه، نرم افزار و دیگر فناوری‌هایی که برای ارتباطات شخصی به کار می‌روند را به ایرانی‌ها بفروشند. خبرگزاری رویترز گزارش داد این اقدام به ایرانی‌ها اجازه می‌دهد به جدیدترین تلفن‌های اپل و جدیدترین نرم‌افزارهای دسترسی داشته باشند که از آغاز تحریم‌ها علیه ایران در بازار سیاه در تهران در دسترس بودند. میریم سراغ خبرگزاری‌ها و از ایسنا آغاز می‌کنیم. یک عضو کمیسیون فرهنگی: رویکرد اولین مناظره رویکرد خواص بود نه عامه مردم. و ایلنا با صدور بیانیه ای صورت گرفت، ابراز تأسف جنبش عدالت خواه دانشجویی از طرح عبارت تنش زدایی توسط کاندیداها. جنبش عدالت خواه دانشجویی با صدور بیانیه ای از طرح عباراتی چون تنش زدایی، قرار دادن آمریکا بر سر دوراهی مذاکره و مسئله هسته‌ای، تاب و نبودن مذاکره
راحت بودن بستن با کت خدا، ضرورت آشتی با تمام دنیا توسط کاندیداها ابراز تأسف کرد. یه نظرسنجی خبرگزاری برنا گذاشته در مورد 8 کاندیدای ریاست جمهوری که مردم میتونن بیان و اونجا انتخاب کنن و نظرشون به اصطلاح تمایلشون رو به کاندیداها اونجا ابراز کنن. این نظرسنجی خب مرتب بروز میشه. من همین الان در همین لحظه این که الان بعد از ظهر تهران هست، برابر با بعد از ظهر تهران هست، این نظرسنجی رو خدمتتون میگم که نتایجش چی هست. سعید جلیلی 14.3%، غلام علی حداد عادل 0.3%، محسن رضایی 18.6%، حسن روحانی 10.6%، محمد رضا عارف 23%، محمد قرضی 1.1%، محمد باقر قالیباف 20.4%، علی اکبر ولایتی 4.8%، و یه گزینه هم داره که تأثیری در اقبال مردمی به نامزدها نداشت، منظورش به اصطلاح همون مناظره ها هست، که 6.9% رأی آورده. خبرگزاری مهر: همسر و فرزندان نامزدهای ریاست جمهوری از زندگی خانوادگیشان میگویند. برنامه عصر خانواده با اجرای مجده لواسانی به گفتگو با همسر و فرزندان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میپردازد. مریم جلالی، مدیر گروه خانواده شبکه 2 سیما، درباره برنامه انتخاباتی این شبکه به خبرنگار مهر گفت: برای اولین بار در رسانه ملی با توجه به اهمیت موضوع خانواده زمینه ای ایجاد شد تا خانواده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره سبک زندگی و منش خانوادگی این افراد صحبت کنند. خبرگزاری آریا یه خبر داده در مورد آقای حداد عادل از به اصطلاح از گفته عضو ارشد جامعه روحانیت مبارز که ایشون گفتن آقای حداد عادل قصد کنارگیری دارن. یه خبر از بی بی سی: آمریکا، حمایت ایران از تروریسم در سال گذشته افزایش یافته. دولت آمریکا گفته است که ایران سال گذشته حمایتش از تروریسم را به قدری گسترش داده که در 2 دهه گذشته سابقه نداشته. دولت آمریکا در گزارش سالانه‌اش در مورد خشونت ناشی از افراط‌گرایی در جهان گفت که عناصر اصلی القاعده در افغانستان و پاکستان به سمت شکست پیش می‌روند، اما تأکید کرد که شاخه‌های مختلف این گروه همچنان تهدیدی جدی برای آمریکا هستند. آخرین خبر رو از کوچه براتون انتخاب کردم. امام جمعه موقت تهران: خداوند سران فتنه را نیامرزد. حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در خطبه های روز 10 خرداد خود گفت: انتخابات 40 میلیونی دوره گذشته مشت محکمی به دهان دشمنان بود و خداوند نیامرزد سران فتنه را که این فرصت را بی‌خاصیت کردند. سپاس از شما و همراهیتون. با ما در تماس باشید از طریق ایمیل برنامه contact@kuchemay.com. بدرود.